سلام رفقا من دانیال سعادتی هستم اینجا پی, پی پادکست امروز روکا قادری اینفلوئنسر مدل یوتیوبر و هزار و یک دیز دیگه هم من میتونم بگم میمونم چطور میخوام میگم 1400 سلام آم. به باراکس و دانیال خوش اومدید به این برنامه امیدوارم که لذت ببرین. ببینیم که دانیال برامون چی داره مرسی اول از که باعث افتخار برای منج هستی خیلی خوشحالم که دانیال که هستی. دوستای خیلی قدیمی خوب نقیقا. و, خیلی و خیلی قدیمی. از عکاسای خوب بر... بروجای بنده دوست داری ما خیلی سالم داشتم فکر می‌کردم اون اولین کاری که ما همزمان فکرام 5 سال پیش بود 5 سال پیش بود منم ترکید اصلا فکرشو نمی‌کردم اصلا باورم نمیشد که چقدر آره. خوب ترکید خیلی هم ویدیو هنوز که هنوزم می‌بینمش خیلی باحاله. بود دقیقاً, دقیقا. من آره. هنوز که هنوزم شیرش آره. می‌کنم خیلی جالب خیلی ویدیو خوبی بود برای اون تایم چه خبرو همه چوکی همه چی عالی خدا چی کارو بشت. داری می‌کنی الان مشغول چی یه سری کارهای جدید دارم می‌کنم آره یه سری کارهای جدید البته که میتونم بگم الان آره بگو بیشتر مشغول چی برای الان تمرکزم بیشتره که دارم عطر میزنم برای حالا عطر عل شخصی خودم دارم در حال تست اترام اینکه حالا چه بوی باشه رایه ها رو داریم در نظر میگیریم چند تا رایه باشه فعلا در حال تستم که موندگاری اطرا رو نگاه بکنم و برند آرچی قرار به زودی اطر اختصاصی خودش رو داشته باشه کالکشن جدید دارم بر برندم بحبه. درگیر اونم و درگیر باسازی خونه جدید <applause> <بحبه> مبارک باشه <applause> خونه جدید <applause> حالا چیزی هم که من اینور میدونم تو خیلی هم داری با برندهای مختلف کار میکنی حالا هنوز نیومده بیرون آره آره جاونی. این چند وقت خیلی یه سری پروژه های جدید آوردیم با تو البته <تصفح> برنامه جدیدی آوردیم که صفر تا صد کار رو خودمون انجام بدیم و فقط برند هزینه رو انجام بده و فقط محصولاتش و رو بفرسته و دیگه ما صفر تا صد رو براشون انجام میدیم و خیلی هم استقبال شده از این برنامه که من و تو با هم آره دیگه پلانش رو ریختیم و فکر کنم کلی هم پروژه داریم در آینده که بعد فکر کنم موقعی که این ویدیو پخشه مثلا یک سوم اون همه پروژه مثلا گذاشته آره آره میشه بیرونم. و خروجیاش هست دیگه یکم دیگه نه. حتما میاد بیرون میبینیم من با اینکه خودم خیلی وقت تو رو میشناسم ولی یه چیزیش که واسم جالبه اینه که تو اصلا داستان زندگی تو دوست دارم بدونم دوست دارم بدونم که اصلا چی شد که تو به فشن علاقه پیدا کردی چون من از زمانی که تو رو میشناسم خب از قبل اینکه با هم کار کنم خیلی سال قبلش هم تو رو میشناختم و از همون موقع هم قرتی بازی و آره. فشن و این کارها رو خیلی دوست داشتی آره. اصلا چی شد به فشن علاقه پیدا کردی و از که شروع از... کردی آه. من از بچگیم عاشق آرایش کردن عاشق لباس مثلا میرفتم با ملافه بر خودم لباس درست میکردم همیشه تو بازیام توی بازیام من شخصیت معروفی بودم یعنی همیشه آر... یه آرزو بود برام که من یادم معروف بشم آدم معروفی باشم همیشه تو بازیام ازم عکس میگرفتن مثلا با آدمهای خیالی که بازی میکردم هم ازم امضا میگرفتن می و همیشه آدم معروف بودم دیگه یعنی خیلی هم واسم جالب بود آدمای خیالی داشتم تو بازیام و میشستم حرف میزدم اونا مثلا آهنگ میخوندم خواننده هم سعی میکردم بشم ولی خب صدام خوب نبود هیچوقت سعی نکردم تو حوزه خوانندگی وارد بشم و همینجوری که جلوتر رفت اولین چیزی که خیلی ازش تشکر میکنم مامانمه خیلی کرده خوبی بود برام و از بچگی منو کلاس مختلف نوشت سعی کرد که من ورزش کنم خیلی باعث شد اون ورزش ها هیکل من تناسب اندام منو حالا تو چندین سال پیش که من کار فوتو مدلینگ رو شروع کردم خیلی تاثیر داشت تو کار من همیشه هم مدیونشم واقعا و اولین باری که من وارد این حوزه شدم خب نمیتونم بگم توی ایران نه برند حالا معروفی نه شرکت معروفی چیز خاصی نیست که من بگم مثلا من از فلان شرکت شروع کردم تو ایران همه خودشون کارو شروع کردم، دلیده. چه چه عکاسا چه میکاپ آرتیستا و واقعا تو محدودترین شرایط ما رفتیم جلو اولین بار من سی... چند سالم, و چارده سالم بود چهارده سالم بود خیلی بودی خیلی کوت... اصلا نمیدونم فکر کنم اول لبیرستان بودم سوم راهنمایی بودم تو این رنج بودم دقیق و یکی از میکاپ اپ آرتیست‌ها که دوستان گفتش که میای مدل من بشی من خیلی کوچیک بودم چتر جدی میگی کوچولو بودم که گفت میای مدل من بشی که من مجانی رفتم مثلا هیچ پولی هم دریافت نکردم اولین تجربه‌ام بود لباس عروس موقع مدل عروس خیلی معروف بود حالا الان آره. خیلی باحال نیست خیلی هم دیگه کار نمیکنم اصلا من دیگه کار نمیکنم خیلی هم دیگه کسی کار نمیکنه آره. ولی اون موقع ها بله همه از مدل عروس شروع, شروع, کردن, آه آه. اصلا اون موقع همین بود دلونه. اصلا همه با مدل عروس شروع کردن که من مدل عروس شدم و اینا که خود میکاپ آرتست بهم گفت تو کوچولوترین مدلی هست که من تا حالا میکاپش کردم اون شد استارت کار من و اونجا استارت کار من خورد و من یادم میرفتم دیویس هزار تومن دستموز داشتم سی تومان هزار تومن دیگه ببین ته تهش خیلی بود پون هزار تومن دیگه آه. ولی خیلی برام لذت بخش عاشق کارم بودم عاشق این بودم که وایسم عکس بگیرن عاشق جست گرفتن عاشق این چیزا بودم و رشته ای رو رفتم که عاشقش بودم چی خوندی تو؟ من توی دبیرستان گرافیک خوندم و میمردم برای رشتم خیلی دوستش عاشق نقاشی و کار هنری و عکاسی و فوتوشاپ و این چیزا بودم همیشه و واقعا هم دم مام بابا که چون ببین اون موقع هنرستان اینجوری بود که همه بچه تنبلا میرن هنرستان همه کسایی که ببخشید دخترای ناسالم یعنی ببخشید خرابن میرن هنرستان ولی اصلا اینجوری نبود من هنرستانم هنرستان, هنرستان نیمروخ بود تو خیابون دولت به شدت هنرستانی بود که دیسیپلین خودشو داشت خیلی سختگیر بودن کسی نمیتونست نخون لاک بزنه مو رنگ بکنه. اصلا از این هنرستانایی که تعریف میکنم که همه موهاشون رنگی اصلا از این چیزا نبود ما درس نمی خوندیم باید تا هفت شب میموندیم مدرسه نازممون از اون درسمون <skincare> رو میپرسید خدا رو شکر من با اینکه قیافم بهم نمیخوره درس خون باشم ولی بچه درس خون درس آره آره خیلی درس خون بودم و واسه همینم خیلی شیطون بودم ولی چون درسم خوب بود همیشه مدیر مدرسه اون یه پوینتی برام آره داشت یه سر جای شیطونی <است> نمی کرد وقت آره با اینکه خیلی کارای شیطنت آمیزی مثلا من یادم با سرنگ رنگ میکردیم می، می کردیم تو رنگ چون ما هنر بود دیگه آه. مثلا معلم که برمیگشم اینجوری سرنگ رو میزدیم زدیم رنگ می پشت معلم نه. سر همون کل کلاس اخراج کردم ولی من اخراج کردم <applause> چه حرکتی بعد می به معلم آه، پشت معلم خیلی بودیم خلاصه که توی دانشگاه هم من تراحی پارچه و لباس خوندم چه آره بعد دیگه بعدش تو دیگه تقریبا ترم 6 بودم آره ترم 6 بودم مهاجرت کردم دیگه ولی همه اون درس ها اون کلاس ها انقدر تو کار من به من کمک کرد مخصوصا دوران هنرستانم انقدر به من کمک کرد که واقعا میگم اون چیز که دوست رو برین توش چون تو شغلی که در آینده میخواین برین توش خیلی کمکتون میکنه خیلی زیاد و دیگه از اونجا شروع شد دیگه آروم آروم رفتم جلو خیلی کوچولو بودم به جوجه مدل بودم واقعا من یه جوجه مدل بودم و خیلی اون موقع از من خفنتر بودن اصلا من چیز خاصی نبودم خیلی ها تجربه های بیشتری داشتن و من وقتی میرفتم باهاشون سر پروژه همش هی سعی میکردم ازشون یاد بگیرم هی سعی کردم بگم خب اینا دارن چیکار میکنن چه جوری وایساده چه جوری اینجوریه میدونی سعی نمیکردم حسادت بکنم سعی میکردم از اون آدمایی که از من خیلی پرتجربه ترن یاد بگیرم و انقدرم یاد گرفتم که دیگه رفتم جلو 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 هی این کارم رو پیدا پیدا اون پیشرفته بیشتر شد درجه بالاتر رفت که الان هم جدخ. دقیقا دقیقا اصلا یه چیزی که حالا من چون یه عکاس بودم از ساید مخالف داشتم میدیدم تو کنم اصلا تو همون دومین سومین این پروژهی که من ایران انجام شدی کاملا یا همه شناختن و این خیلی عجیب بود که به قول خود تو اون لحظه شاید کار خاصی نمی ولی اینکه همه توجه هم اومد سمتت یعنی من خودم میدیدم که چقدر عکاس و فیلم دنبال این بودن که با تو کار بکنن و خیلی جالب بود. جالب میخوام برات بگم. من قبل از اینکه وارد حوزه فوتو بشم و برم تو این فضاها من موقع که اینستاگرام تازه بعد فیسبوک اومد من تو فیسبوک پیجم باز بود و معروف بودم تو فیسبوک آره،, آره. بعد اینستاگرام که اومد من وارد اینستاگرام شدم کلیپ های فان میساختم چه جاله قدیمی های قدیمی های قدیمی ها منو می چه آره، کلیپ فان میساختم بچه گونه صحبت میکردم اون موقع هم طرفدارای خودمو خودم رو داشتم و اون موقع اصلا این چیزا باب نبود نه تو خانواده نه تو فک و فامیل هیچ این چیزا باب نبودی و اگه تو رو مثلا میدیدم میگفتم چه دختر خرابیه چه تو وای 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 تمام عکساش پخ شده همه جا و یه روز مام بابای من گفتن که آره تو عکست پخش شده بعد پیج اینستاگرام تو ببندی بعد پاکش کنی میخوای هر کار بفروش پیجت هر کاری میخوای بکن این بعد بسته بشه من یادم اون موقع پیجم 14 کی که... فالوور داشت خیلی بود 14 کی الان 14 کی هیچی نیست اون موقع اوایل اینستاگرام بود آره بابا اول خیلی بود یادم پیجمو دیگه دادم رفت و به یکی دیگه دادم رفت و یادم اون موقع چقدر فروختم پیجمو چیک آره آره رفت. دادم رفت بعد دیدم بعد از اینکه من پیجمو دادم رفت همه وارد اینستاگرام شدن همه دیگه شروع کردن فعالیت کردن و من پیج پیوی داشتم بعد دیگه بعد سه سال چهار سال که یه ذره همه چی متعادل و نرمالتر شد دیگه شروع کردم و خیلی من بابام همیشه عصبانی بودم که اگه نمیذاشین اون پیجو من ببندم الان خیلی مثلا بزرگتر بودم و اینا ولی بازم خدا رو شکر شاید یه قسمتی بوده مسلحتی بوده الان خدا رو شکر در جایی هستم که خیلی راضیم دم مردمم گرم واقعا دم مردم خیلی گرم یعنی همیشه مدیونشونم هم. واقعا مدیون مردم دقیقا حالا می‌خوام جلوتر راجع هم خانواده بخواد صحبت بکنم هم راجع به طرفدارایی که داری و کسایی که هستن چون تو طرفدارای جالبی داری که حالا راجع صحبت میکنیم اصلا یه ذره راجع آرجی صحبت کن اصلا چی شد آرجی رو زدی بعد من دوست دارم بدونم تو با چقدر سرمایه شروع کردی آرجی این بچه منه من بچه بزرگ کردم واقعا من زمانی که یادم میگه یا تایمی خیلی بولد شد همه طراحی لباس میکردن همه مانتو طراحی میکردن همینجوری پشت سر همه زونای طراحی لباس پیجای تراهی لباس پیجایی که مانتو میفروشن لباس میفروشن شومیز تراهی میکنن خیلی بولد شد و من گفتم من چیکار کنم که اینجوری نباشه جزوه مثلا جدیدی باشه هنوز تو مارکت ایران نباشه و اونجا بود که اومدم کمربند رو بهش فکر کردم کمربند های نمعمولی اکسسوری هایی که حالا روی لباس بسته میشه میتونن روی شومیز ببندن همه چی از کیفایی که بلت بگایی که تراحی میکردیم و خیلی استقبال شد خیلی, خیلی استقبال بابا بابای من کسی بود که گفتش که نه این کار نکن بابا راستش خیلی حمایت ها نکرد یعنی فکر میکرد که چیز خاصی اتوش در نمیاد اصلا داری بچه بازی میکنی من بهت بگم با سرمایه زیر ده میلیون شروع کردم اصلا یعنی استارت آرژی زیر ده میلیون اگه الان میگی زیر میلیون شروع کردم زیر میلیون و حتی باید بگم زیر پنج میلیون واقعا میگی من با چهار میلیون استارت زدم فکر میکنم اگه اشتما نکنم خیلی با سرمایه کمی شروع کردم بگم چه جوری شروع کردم ببین اولش اومدم ببین اولش مثلا دو تا کمربند زدم بعد از هر طرح یه دونه زدم دو تا زدم سه تا زدم کم میدونی خیلی کم اون موقع مواد اولیه مثل الان خیلی گرون نبود همه چی خیلی نرمال تر از الان تار. بود خیلی ارزون تر بود دلار انقدر سر فلک نکشیده بود و میشد واقعا با سرمایه زیر ده میلیون شروع کرد و من اینجوری نبودم بگم که من یه دونه تولیدی زدم با هزار تا نمیدونم پرسونل, پرسونل شروع کردم هزاران تا تولید انبوه داشتم نمیدونم با دونه دونه شروع کردم پکیج اول منو ببینی حالا حتما میفرستم برات که بذاری بچه آره هم آره ببینن که چقدر این پکیج رفته رفته پکیج ساده داشتم رنگ سرمه بود که تو همون که رو میفرستادم می رفته رفته پکیج هم عوض کردم شده یه پکیج مشکی خیلی شیک الان که پکیجم واقعا خیلی دوست داشتم پا... خیلی استقبال شد مدلامون اینفلوئنسرامون خیلی به استقبال کردن خودشون به من مسیج دادن که ما میخوایم از کار تو ما دوست داریم کار تو و اکثر مدلای های ایران اکثر اینفلوئنسرها و خواننده های ایران های منو گرفتن و دمشون هم گرم حمایت کردن از برند من و همینجوری آرژی شکل گرفت البته که تا سال پیش من بدترین دوره ای بود که آرجی تجربه کرد یکی از بدترین دورانم بود و من فکر میکردم که آرجی سقوط کنه و حتی من رو به برشکستگی هم بودم آره ما خب پارسال نمیشد کار کرد آره، پارسال آره، سال, پار سال, سال زندگی اونیا. من بود و نه تنها برای من برای مردم برای تمام کسایی که کار میکنن یعنی همه میتونن منو درک کنن که چی میگم من برندم در سقوط بود خیلی سقوط چون پرسنل منم پول میخواستن پول نبود بودجه نبود و حقوق بعد میدادیم خیلی چیزا بود که راه بنبست بود و خیلی عذاب داشتم میکشیدم حتی من شاید تا همین چند وقت پیش تا داره کالکشن جدیدم میاد من یک سال خورده نتونستم کالکشن جدید بدم به خاطر اینکه باید اون سوراخایی که خالی شده بود و پر میکردم من واقعا تا یک سال از بچه ها میدونن همه هم میگن چرا نتونستی کالکشن جدید بری؟ چون من تو مرحله ورشکستگی بود ورشکستگی یعنی ورشکستگی بودم و خدا رو شک نخورد زمین یعنی با همه جور این بچه ها رو انگار دیدی مریض شده آره بلندش کردم بهش سرم زدم بلندش کردم چه <ایش> خواستم از بپرسم که چرا پار سال هیچ کالکشنی <تصال> هیچ چیزی خیلی در خیلی مشکلات بود مشکل با پرسونل مشکل همه چی کارگاه مم. دستگاه ها ما بعد خرج خیلی چیزها هست ما تولید من تولید کننده هم. من فروشنده نیستم من از صفر تا صد یه کیفو میسازیم طراحی میکنیم تولید میکنیم از سگکاش جنس چرم همه چی با منه یعنی هیچ چیز آماده نیست که یه سری دیدی خب میرن آماده از چین یه چیزیو میخرن آره. میارن ایران یه درصدی میز سودی میذارن روشو میفروشن نه ما صفر تا صد کار دسته تمام نگینایی که روی کیفا میاد کار دست پانچ میشه دست دستگاه اینا رو تق تق نمیزنه. یه کیف ممکنه چند ساعت طول بکشه درست شدنش. و خدا رو شکر الان داریم یعنی تو مرحله خوبی دیگه الان افتاده به اون روال سال پیش. حتی من یوتیوبم، حتی یوتیوبم من یوتیوبم انگار رفت از اول. ببین یعنی تو اون یوتوبت. موقع توی اون تایم پارسال انگار رفت از اول. انگار ما دوباره برگشتیم به چند سال قبل. بازم خدا رو شکر الان همه چی رو به روال افتاده خدا رو مردمم گرم که اینقدر حمایتگرای خوبی هن اینقدر آدمای های خوبی هن نمیدونم چجور ازشون تشکر کنم اصلا اینو ازت بپرسم تو اصلا یه طرفدارای دو عجیب غریبی داری خب واقعا عجیب غریب هن. یعنی یه جوری دوستت دارن آمد. که من ندیدم تا حالا واقعا کسی اینجوری فنش باشن اصلا چرا؟ اصلا چرا؟ اول از همه اینکه هیچ همیشه به خودشونم هم اینو میگم میگم فن طرفدار نه شما رفیقا دوستای منید این اولین ملاک منه برای حالا کسایی که منو دنبال میکنن <applause> بچه ها رفیقای من دوست داری من هیچ فرقی نیست هیچ فرقی نه من بین خودم میبینم نه کسایی که من دنبال میکنم مثلا بگم اوکی من الان یک میلیون خورده فالوور دارم پس خیلی شخص خاص و مهمی هم. از بالا باید به بقیه نگاه کنم نه من حتی میگم من کوچیک که بچه هم هستم از اون هم پایین و یه ارتباطی از زمان که من چنل تلگرامم رو باز کردم یه ارتباطی بینم بچه ها من ایجاد کردم بین خودم و بچه ها کار داریم هم زندگی میکنیم واقعا من دارم با بچه ها زندگی میکنم احساساتمون مشترک با هم حرف میزنیم درد و دل میکنیم راجع به چیزای آموزنده مسخره ترین چیزا بچه ها با من درد و دل میکنن از خانواده هاشون از روابطشون با من حرف میزنن و خیلی هاشون, کسی رو تو زندگی هاشون ندارن که باشون حرف بزنن حتی پغزم گرفت آره, آره با منم یه, یه, جوری چون شدم من یه داستانایی میشنوم که خیلی حالم بد میشه حتی برای روحی هم, هم, خوب نیستا ولی میگم مهم نیست رفیق هم من آره داره درد و دل میکنه طرف حالا مشکلات خانوادگی روابط مشکلات مالی یعنی خیلی عذابم میده ولی همین که میتونن پیش من درد دل, دل کنن خودشونو خالی کنن و حرفاشون مثل یه گنجینه مثل میگن تو دل من بمونه همین برای من خیلیه و منم هم همیشه سعی میکنم بخندونمشون خوشحالشون کنم چیزای آموزنده بهشون یاد بدم یعنی تو تو چنل تلگرام من بری مطالب روانشناسی هست چرت و پرت ترین موضوع هست آموز آموزنده ترین موضوع ها هست مسائل بهداشتی راجع بهش صحبت میشه مسائل کشور راجع بهش صحبت میشه از مرگ و بیپولی و فقر و همه چی ما راجع بهش صحبت میکنیم یه جوری که تو دیدی با دوستت راجع به همه چی حرف میزنی مگه یه همچین انگار یه خونه ای ساختم باید. که همه دوره همین با اینکه من ندیدمشون با اینکه اونا منو من نزدیک ندیدن ولی یه حسی بین ماست که خودشون میدونن چیه دیگه دقیقا واقعا عجیبه و من دارم خود چند تلگرام تو و اصلا از مدل صحبتی که میکنی مثلا یه وایس میذاری داری مثلا مسخره بازی در میاری با یه لحجه ای صحبت میکنی میخندی یهو هم مثلا شروع چیز جدی باسه دو آره مثلا مثلا سا ساعت شب و بچه چی داری میخوری؟ تو خب نون پنی جدی میگی؟ خیلی یعنی من اینجوری باشیم یعنی به نظر من که بابا من الان استیک دارم مثلا میخوام دو شب ببین بزن. مردم عاشق اینم تو خود خودت باشی چرا الان کسایی که خیلی خودشونن خیلی خاکیان سری پیشرفت میکنن مردم دوستشون دارن چون خودشون دوست دارن باشن چون ابایی ندارن بگن بابا من الان من الان پول ندارم یه بار من گفتم بچه‌ها الان پول ندارم دست و خالیه واقعی ای چه ایرادی داره مثلا من کوچیک میشم یا مثلا الان بگم من دارم نون پنیر میخورم میگن وای وای مثلا چه کوچیک شدنیه اینه زندگی همیشه که تو استیک نمیخوری با سس قارچ یه روز تو نون پنیر میخوری یه روز املت میخوای بخوری با پیاز <تصفح> بشونه اینه زندگی آره. به نظر من انقدر زندگی ها رو به مردم صد از صد نشون ندیم. چون مردمم فکر میکنن که زندگیاشون فرق میکنه مقایسه میکنن این مردم میگن بابا چرا همه انقدر خوب دارن زندگی میکنن پس ما چی زندگی رو همون چیزی که هست نشون بدین آقا خوبه بعد خوب و بعدش رو نشون بدین به مردم بذارید ببینن که کی هر روز استک به قارش میکنه هیچکس حالا هی بعضی ها میخواین بکنن تو چش مردم نباید بکنن این کارو چون خوب نیست برای ذهن مردم خیلی از کسایی که ما رو دنبال میکنن سنشون کمه تو نمیتونی از این بچه‌ای که سنش کم توقع داشته باشی درک داشته باشه یا خیلی چیزها رو مسائل رو بفهمه طرف ممکنه اعتماد به نفسش بیاد پایین افسردگی بگیره اصلا فضای مجازی خیلی فضای سمی هست در کنار خیلی, خیلی, خیلی سمم. فضای سمیه یعنی من خیلی ها رو میبینم که از ایستان. فضای مجازی افسردگی گرفتن اعتماد به نفس اومده پایین به حبه من همیشه به بچه میگم بچه ها این منم الانم رو صورتمه همه هم درست کردم این منم تو اینستاگرام بیس ها بار گفتم بچه ها ادیت میشه اکس ها فوتوشاپ میشه ها تنظیم نور میشه ها صورت من روتوش میشه ها فکر نکنین من همیشه بری ببینید زیر اکس مثلم ادیت مثلا یعنی میگم آه، آه. یعنی تو اینستا... تو تلگرام هم هزاران بار گفتم این ادیت شده منه همه ماها ما صد خودمون رو نشون میدیم تو اینستاگرام وگرنه منم الان براتون ما باز میکنم صورت رو بشم منم این،, این این واقعیت منه الان با یالم میکاپ و موی درست شده و تو اینستاگرام هم بخوایم عکسی بذاریم از هزاران و فیلتر و روتوش و اینا رد میشه اینا رو باید بگیم باید گفته بشه این چیزا و به نظرم وقتی این چیزا گفته بشه مردم دنبال کنندات بود خیلی احساس راحت تری میکنن میگن مرسی که به ما راستش رو میگی مرسی که ما رو آگاه میکنی و این باعث میشه که دنبال کنندات دوست داشته باشن به نظرم یکی از ملاکایی که باید باشه و خاکی بودن دقیقا <applause> یعنی یه دلیل اصلی که حالا چه کسایی که طرفدارتن یا تو رو دنبال نمیشه گفت دنبال میکنن و که من میبینم توی همین سنف هستن خود مدل ها اینفلوئنسر همه دوست دارن تو چهرت یه جوری از دور آدم فکر میکنه از این آدمایی که خودشون میگیره خیلی اصلا تو اخم ولی از نزدیک کسی سی ثانیه با صحبت بکنه اصلا یه چیزی میبینه که کاملا فرق میکنه فرق میکنه با زنگ حتی کسایی هم که میونه حرفت به آره بگم کسایی که از اینستاگرام یهو تو تلگرام یه ها اصلا گیرباکس خورد میکنه. آفرین دقیقا گیرباکس خورد میکنن و خب نمیدونن دیگه اکس های من رو میبینن که من با یه جست اینجوری وایستادم میگن اه 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 این از اون دختراست که خیلی ببخشید ببخشید چوسی میاد و رو میگیره و از بالا به بقیه نگاه میکنه ولی هیچ وقت خدا رو شک شخصیت هم. خدا رو شک شخصیت هم اینجوری نبود آره واسه همین بچه هم که اصلا تو همین سن فهم اصلا همه دوست دارن چون من خب باهاشون در ارتباطم میگن ربکا خاکیه بچه کولیه میدونی اصلا واقعا برخلاف واقعا نظر گرم و یه مهمترین چیز اینه که بقیه کمک کنید. ببین اگه آقا تو, تو مثال تو یه عکاسی کی دوست داره عکاس بشه بهش کمک کن به چهار تا نکته بگو اون که مثلا اونم پیشرفت بکنه که تو اکاسیت از بین نمیره که مثلا یکی یوتیوب یوتیوبش پیشرفت بکنه که مثلا سابسکرایب من نمیریزه که مثلا یکی اینستاگرامش بره بالا که مثلا فالوورای من کاهش پیدا نمیکنه که آقا برای بقیه هم بخوایم کمک کنیم به بقیه من بارها شده چندین نفر اومدن از من کمک خواستم نشستم براشون توضیح دادم طرف من تشکر خیلی زیادی کرده که من تعجب کردم که چرا اصلا انقدر تشکر کن بقیه نمیگن چرا چون بقیه فقط میخوان خودشون اون بالا باشن و به نظرم خدایی هم خدایی که اون بالاست کسایی که همیشه سعی میکنن فقط خودشون رو میبینن فقط برای خودشون میخوان فقط خودشون میخوان یک باشن خدا براشون نمیخواد من بهش رسیدم هرچقدر چقدر به بقیه کمک کنی برای بقیه بخوای خدا این سفره تو رو واقعا برکتش انقدر زیاد میکنه که خودت هم میمونی دقیقا من همیشه به امیر میگم میگم واسه یه چیزی که خیلی عجیبه ربکا مثلا یه ویدیوی میذاره یه ویدیو اصلا خیلی ساده یه تو یه روز میشه یه میلیون ولی کسی که همزمان با ربکا شروع کرد یا قدیمی تر از ربکا مثلا به دیویسکی هم نمیرسه میگم ببین این دیگه واقعا یه چیزی اصلا فراتر از این صحبت هست یعنی من فکر کنم به انرژی خودت و به همین که خدا رو میشناسی گفتیم خدا تو اصلا به خدا اعتقاد داری؟ درصد تو ارتباطت باها شجوری اصلا به انرژی اعتقاد داری درصد. یه کشور خودت برام توضیح ببین بده من هر موقع ناراحتم میشینم پشت فرمون شروع میکنم باش حرف زدن از همه چی خیلی رفاقتی هم باش حرف میزنم اینجوری اینجوری شو بهم کمک کن ببین من اشتباه کردم اینجا خود غلط کردم ببخشید من کوچیکی ازش اسخای میکنم بارها ازش میخوام و آدمایی که ناراحت میکنم و ناراحتم میکنن و یا خیلی اذیتم هم میکنن همیشه میگم خدایا من کاری ندارم، تو با تو دیگه، تو جوابشونو بده با تو و انقدر همیشه جواب منو میده، انقدر همیشه دست منو میگیره که من به شدت به خدا اعتقاد دارم و به نظرم کسی که میگه من به خدا اعتقاد ندارم هنوز اون ارتباطه رو نگرفته. هنوز نخواسته ازش بخواین میشه، انرژی خیلی مهمه همیشه میگن تو زندگیتون انرژی های خوب بدین، بخواین ببین خدا خیلی دستش بازه باید همیشه بیشتر این چیزا رو ازش بخواین و وقتی بخواین میرسین بهش من یادم یه بار توی دفترم نوشتم که من سال دیگه ماشینمو رو میخرم خودم ماشین خودم رو میخرم اون موقع تو فکرم این بود که حالا یه ماشین معمولی میخرم دیگه یه چیزی یه ماشین فقط بخرم واقعا روزی که ماشین رو خریدم اون دفتر رو باز کردم اصلا خودم یادم رفته بود نوشتم و. باورم نمیشه من یک سال پیش اینو نوشتم و ماشینم رو خریدم و ماشین خوبی هم گرفتم <تصفح> آره حالا آره. نمیگم حالا دیگه هم میدونن آره. آره و دم خدا گم دم بچه ها گم حمایت های بچه ها بود من اون ماشین از یوتیوب هم گرفتم واقعا آره. و آره یعنی دم مردم گم یعنی نمیدونم چجوری تشکر کنم من همیشه در حال تشکر کردنم واقعا چون تلاش آدم یه طرف کار آدم یه طرف مردمم یه طرف مردم اگر تو حمایت نکنن تو هیچی نیستی و هیچی هم نخواهی بود یه سریا دیدی خود مردم دارن حمایتشون میکنن مردم دارن میبرنشون بالا بعد میان به همین مردم فوش میدن بی احترامی میکنن و طلبکارانه صحبت میکنن و من اینجوری هم که همین مردم تو رو گنده کردن همین مردم باعث پیشرفت تو شدن تو همیشه باید مدیون این مردم باشی همیشه باید متشکر باشی از این مردم مردم اگه حمایتت نکنن ببخشید کدوم ویدیوی من میشه یه میلیون دنیا تو میگی مثلا ویدیو تو یه روز یه میلیون میخوره کی داره میبینه همین مردم دارن منو حمایت میکنن یوتیوب منو که حمایت میکنه همین مردم دارن حمایت میکنن ماشینی که من خریدم و همین مردم حمایت کردن که من خریدم و از همین دوربی میگم واقعا دمتون گرم نمیدونم دیگه دمتون گرم ان که من بتونم همیشه خوشحالشون کنم و آدم خوبی باشم براشون واقعا و با هستی هستی که انقدر دوست دارم آدم خوب صد درصد خوب وجود نداره من خیلی آره, بدیای خودم آره. هم دارم همیشه آدمایی یه سری بدی ها دارن حالا کم و زیادش دیگه فرق ولی آه. سعی میکنم همیشه نقاط افتضاح خودم کار کنم و سعی کنم آدم بهتری باشم خیلی جاها کارهای بد کردم اخلاقهای بد داشتم آدما رو ناراحت کردم ولی پشیمون شدم سعی کردم رو خودم کار کنم زدم تو سر خودم گفتم درست شو و خیلی هم به نظرم چیز خوبی آدم اشتباهات خودش رو بفهمه و سعی کنه خودش درست کنه اصلا چیز بدی نیست آفرین دقیقا خیلی هستن میبینیم تو دور و حتی حالا طرف استوری میذاری یا هر چیزی این که میگه من آدم بدی ام و من اینم من اخلاق اینه. آقا بدی خب بعد اصلاح کن آفرین یعنی چی؟ من همینم هم که مردم مگه ببخش گناه کردن که تو بخوان بدی های تو رو ببینن یعنی اوکی تو همه آدما بدی وجود داره هیچ آدمی صد از صد خوب نیست اصلا همچین چیزی محاله وجود نداره آره. باید رو اخلاقای بعدشون کار کنن دیگه واقعا دقیقاً و این چیزی که آدم باید به این شعور و فهم با... برسه من خودم دو سه ساله واقعا فهمیدم مثلا قدیمی اینجوری بودم که اخلاق داشتم گفتم خب من اخلاقم اینجوریه دیگه حالا بعد من آقا من, باید خودم رو اصلاح کنم بعد خودم رو درست کنم مثلا یعنی چی کردم بعضی وقتا اصلا خودم به خودم میگم اینجور میگم اصلا همینه که هست اصلا من هم از زندگی من, من چند بار زندگی میکنم همینه بعد به خودم میگم درست و زندگی کنی زندگی همینه که هست وجود نداره تو باید درست زندگی بکنی اوکی ما یه بار زندگی میکنیم و تمام میشه و میمیریم ولی درست باید زندگی بکنیم که موقعی که واقعا مردیم بگیم دممون گرما تو این دنیا کار خودمون رو کردیم یعنی مثل آدم پوچ و بیهوده که هر کاری بدون بی بند دوباره همه کاری میکنه منم خیلی موقع تو این بحرانا بودم خیلی موقع گفتم به درک هستن ولی دیگه باید میدونی دیگه اون بحران رو باید تموم کنی اون دوره باید تموم بشه و برگردی به زندگی نرمال و یه چیزی که واقعا طبیعیه یه چیزی که واقعا زندگی ایدئاله همه هم به نظرم به اون محله میرسن یه چیزی که توی تو خیلی واسه من جالبه و این مدتی که حالا تو این چند سالی که از نزدیک میشناسم تو کار میکنی متوجه شدم تو با اینکه سنت کمه الان چند سالته 77 میشه 25 سال سو... 24 25 25, 25 سال چیزی که جالبه تو با اینکه 25 سالته و چند سال هستش که حالا آرجو رو شروع کردی یوتیوب تو شروع کردی و بقیه کارهایی که داری میکنی با این سن کم قشنگ داری کارآفرینی میکنی یعنی یه دختر کارآفرینی و این خیلی تو شخصیت تو واسه من جالب بود چون فکر کنم حالا چیزی که من دارم میبینم فکر میکنم بیسی نفری حداقل دارن در کنارت اصطلاحا برکت داره میبرن تو زندگیشون و این خیلی خفنه بیشترش هم بکنم دقیقا و چیزی که توت میبینم همینه تو همش دنبال اینه اینو هی بیشتر بکنیم حالا خودت یه توضیحی میدی این آدمایی که میگم و مثلا چی کارا دارن با تو میکنن چه جوری هر داره با تو بیزنس میکنه توی آرژی خب من یکی هست که مدیریت اصلی دستشه و بچه هایی که کار ارسال رو انجام میدن بچه هایی که دایرکت جواب میدن واتساپ جواب میدن بچه هایی که کار پکیجینگ انجام میدن و همینجوری هی،, هی،, هی چند تا ادیتور فقط من دارم آره من ایدیتور... داریم. دقیقاً چند تا ادیتور دارم برای یوتیوبم آره. ادیتور دارم برای اکسام و و کسایی که فکر کنم خ... در در خیاطی فکر کنم آره آره کسایی میکنن. که حالا دارن اون کیفا رو میسازن می دمشون هم گرم واقعا خیلی اذیت میشه آره, می آره همین نه میخواستم این اینکه یه توضیحی بدیم که چیزی که آره، دارن آره یعنی خب هستن یه کسایی که عکسارو ادیت میکنن یعنی تو تمام حوزه ها دارن فعالیت میکنن یا منیجرم. منیجر هم منیجر یوتیوب دارم منیجر اصلی دارم و هستن یه کسایی که ایمیل ها رو چک بکنن و خیلی زیاد حالا بخوام دونه به دونه بگم آه. خیلی ولی چون من تو حوزه های زیادی دارم فعالیت میکنم تو همه اینا یه کسی هست که داره حالا چند نفر یه نفر دارن کار میکنن واقعا که هی داری اینو بزرگتر میکنی و اینکه آدم دست به خیری هستی چیزی که من دیدم دوست داشتم یه ذره راجع به این موضوع باید صحبت کنم چون خودت میدونم چند سالی هستش که مستقلی داری واسه خودت زندگی میکنی حالا همه جوره مستقلی تا جایی که من میدونم یه ذره بیا راجع به این صحبت کنیم که استقلال برای دختر میتونه چه تاثیراتی داشته باشه و کل از راجع به عزت نفس صحبت کنیم دیگه خودت میدونی با کلی دختر در ارتباطی حالا به واسطه تلگرام اینسا و جاهای مختلف یه ذره عزت اتما... نفس دخترای ما پایینه چه جوری به نظر میتونن عزت نفس رو ببرم بالا ببین اولین چیزی که اعتماد به نفس آدمو میبره بالا اول از همه رسیدگی به خودته اینکه تو آقا مرتب باشی به ظاهرت به تو ببین وقتی میری جلو آینه ظاهرت خوب باشه خودم یه انرژی میگیری غیر از اون ببین اعتماد به نفس هیچ وقت این درجه نیست هیچ وقت من خودم یه سری روزا اعتماد به نفسم اینجاست و حالا مثلا خوب نیست ولی هیچ وقت اینجا نگهش نمیدارم هیچ وقت اینجا نخواهد موند آسانسور میاد با... پایین میره بالا و این همین جوریه ممکنه یه سری روز حالت بد باشه آدم هورموناش قاطی میشه مغزش درگیر میشه و هزاران تا اتفاق ممکنه تو زندگی شخصی تو رابطه شخصی تو رابطه با دوستات بیفته که اون اعتماد به نفست بیاد پایین ولی تو به هر حال ب... نباید اونجا نگهش داری میتونی با رسیدگی به خودت با کار کردن با همین مستقل شدن انقدر اعتماد به نفس آدم پول اعتماد به نفس آدم میبره بالا پول درآوردن اعتماد به نفس آدم میبره بالا من هر زمانی که حالا کاری انجام میدم و دست میگیرم اون لحظه خیلی حالم خوب میشه احساس میکنم دو لول به اعتماد نفسم رفته بالا و ببین وقتی که یه دختر استقلال پیدا میکنه مادر پدر اون دختر دیگه یه سری محدودیت ها تموم میشه یه سری داستان ها تو خانواده تموم میشه یه سری اعتماد ها میاد روی تو من واقعا از زمانی که شروع کردم به یه استقلالی رسیدم که دیگه از بابام پول تو جیبی نگرفتم سعی کردم که آقا سوپرمارکت خودم خرید کنم یا حالا دیگه من دیگه از خانوادم جدا دارم زندگی میکنم و اونا ای ایران هستن و اون باعث شد که پدرم خیلی به اعتماد بکنه خیلی خانوادم به اعتماد کردن و اوایلشون باورشون نمیشد و میگفتم مثلا پدر من اینقدر در... مثلا درآمد دارم تو ما میگفت باشه بابا اینقدر جو نده حالا و روزی که بهش نشون دادم حس کردم خیلی خوشحال شد میدونی به آدم بچهش وقتی به من نمیگم من حالا خیلی کار خفنی کردم همون مقدار اندکی که من واسه خودم دارم در میارم می و میتونم زندگی خودم به چرخونم برای پدر و مادر خیلی حس قشنگیه خیلی حس قشنگیه و به نظر من دختر اولین تمرکزی که باید بذارن روی اینه که خودشون درآمد داشته باشن ببین توی ایران خیلی این مسئله هست که طرف فقط میره با یکی حالا مثلا ازدواج میکنه ببین اصلا چیزی نیست که آدم بره ببین آدم باید با یکی ازدواج بکنه که به هر حال درآمد خوبی داشته باشه بتونه یه زندگی رو بچرخونه خب تو که نمیتونی بعد تو زندگیت آرامش داشته باشی تو بخوای بری مواد غذایی تو بخری باید پول باشه نمیتونی که واقعا پول مهمه ولی تو باید خودت هم استقلاله رو داشته باشی اینکه میدونی آدم دستش تو جیب شوهرش باشه همیشه دستش تو جیب دوست پسرش باشه همیشه همیشه اون عزت نفس تو میاره پایین اینو جدی میگم ها ولی دختری که خودش هم درآمد داشته باشه همیشه اعتماد به نفسش جلوی شوهرش همسرش نمیدونم دوست پسرش پارتنرش همیشه اعتماد به نفست بالا نگه داشته میشه چون میدونی تو میگی ببین اگه تو هم نباشی من از پس خودم برمیام چون ببینی یه سری از مردا از استقلال زنا میترسن دوست دارن زنا همیشه یه جورایی بردشون باشن و آفرین یعنی میدونی یعنی بگم ببین مگه به تو پول ندم تو کاری نمیتونی بکنی من اگه به تو پول ندم تو نمیتونی به ناخونه تو درست کنی و خیلی از مردها از استقلال ها میترسن و باید ها اتفاقا استقلال داشته باشن و همیشه اون مرد ترس خودش رو داشته باشن که بدونه که من باشم نباشم این زن از پس خودش برمیاد و این خیلی چیز خوبیه و به نظر من باید دیگه البته الان خیلی خفن شده دیگه واقعا اکثر دخترها دارن کار میکنن من اکثر دخترها بیزنس وومن شدن همه دارن پول در میارن من بچه های کوچیکو میبینم دارن ادمین می... ادمینن نمیدونم. نمیدونم من... نمیدونم طرف با مثلا 300 هزار تومان من میگم با 4 میلیون طرف با 900 هزار تومان رفته لوازم آرایش های کوچیک کوچیک خریده مثلا یه باکس انقدیا اونو فروخته سودشو کرده دوباره, دوباره اونو خریده دوباره سود همین هی کار بزرگتر میشه بچه‌ها چون از ساله سال شروع کردن واقعا دمشون گرم یعنی طرف رفته بازار 900 هزار تومان لوازم آرایشی کوچولو موچولو خریده پیج بر خودش زده شروع کرده اونا رو فروختن و با سودش دوباره رفته اون لوازم آرایشی‌ها رو بیشتر کرده حالا هر هر پروداکتی که تو می‌خوای بفروشی هست اینجوری هی منم همینجوری شروع کردم منم با یکی دو تا کار من شروع کردم بعد شد 10 تا بعد شد 100 تا بعد شد 500 تا از یه دونه مدل همینجوری آدم شروع میکنه آدم از اولش تو اینجا نیستی که پله پله من همیشه میگم بچه ها پله پله آدمایی که پله پله برن جلو صد درصد موفق میشن صد درصد موفق میشن ولی اونایی که دیدی مثلا یه مرحله میرن بالا سعی ناامید میشن میگن هی بابا نمیشه بابا فلانی رو ببین چقدر پیشرفت کرده فلانی رو ببین چه فروشی داره بابا اونم پله پله شروع کرده اونم آروم آروم شروع کرده همه کا که برند آروم آروم شروع کردن حتی همون گوچی همون لویتون لوی همه اونا برین بریم مثلا تاریخچه هاشون رو بخونی همه خیلی از اینجا شروع کردن رسیدن به اینجا یعنی واقعا اگه اینو بفهمن ناامید نمیشن چون من خیلی از دوستای خودم یوتیوب شروع کردن و اینجوری که ویو نمیخوره نمیبینن کم وایسا یکم وایسا آروم آروم پله پله آروم آروم میره بالا و واقعا من یه یوتیوبر دختر میشناسم تکی شروع کرد و به مسائل ترسناک صحبت میکنه اتفاقایی که جرمایی که اتفاق افتاده من خودم همش میبینم یوتیوبش و خودش تکی الان فکر کنم صد و س... 120 هزار تا آره، سا... 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 یک سال هم از شروع کرد اون هم روز اول 100 هزار تا 200 هزار تا ویو نداشت که روز اول 5 کی 2 کی 1 کی اصلا 500 نفر ولی ناامید نشد دیگه ببین ناامید نشد الان کجاست لوهش هم گرفته. آره خیلی خیلی ماشاءالله پیشرفت کرده و اینکه کاملا درست میگی میخواستم راجبش ازت بپرسم که تو خودت گفتی اینکه دقیقا میخواستم بپرسم بچه ها بنظرن چجوری شغلی و کاری رو شروع کنن که گفتی آقا ببیند. با هر کاری که میتونن شکر الان فضای مجازی هست قدم پول تو فضای مجازی زیاده, زیاده. و همه هم میدونی دیگه تو این فضا یعنی تو بگی فضای سمیه بدیه خوبه هرچی همه تو این فضا هستن و چه چقدر خوب که تو بتونی تو این فضا خودتو بتونی مستقل بکنی و پول لر بیاری آروم آروم شروع بکنی آخا دو تا کلاه بخر شروع کن اون دو تا کلاه بفروش دوباره با سود بکن سه تا کلاه چهار تا کلاه پنج تا کلاه و بعد از یک سال میبینی تو داری در روز 500 تا کلاه میفروشی و همینجوری بنظرم نظرم نباید جواب بزنن و شروع کنن هر کا گوش باکن بفروش هستن جدی دارم به میگم یعنی مهم نیست حتما لیس عجیب غریبی بیاری توی کار نمیدونم لوازم تحریر بفروش خود کار بفروش لوازم آرایشی کوچیک بفروش لباس برو بخر تو بازار سود بذاروش بفروش همه کاری میشه کرد تو این فضا تو فقط لازمه که یه پیج بزنی نیازی نیست که مثل قدیم تو بری پول مغازه بدی مغازه بزنی تو مغازت میتونه پیجت باشه دقیقا همینه یعنی اگرم هم میخوان یه کار خارقلاده خاص خفنی هم انجام بدن اصلا یه برندی هم میخوان واسه خودشون بزن به تو از یه کار دیگه شروع کنم پول جمع کنم بعد برند خودشونو اصلا بزن دقیقا. مثلا من همیشه هر کی به این داستان صحبت میکنه میگم مثلا شنل صاحب شنل چیزی که میدونم تو یتیم خونه اصلا بزرگ شده میم... بوده میگم برندهای بزرگ از اینجا شروع کردن واقعا مثلا همه شون از اینجا شروع کردن الان کل سلبریتی های دنیا لباسشون رو میپوشن و جز لکچری ترین برند های دنیا یعنی واقعا پدر مادر نداشته اصلا نمیدونه پدر مادرش کی بودن مثلا واقعا همشون میگن دیگه در پدر پشت مادر, پشت مادر یعنی پولم نداشته و حالا به قول تو دیگه لاکچری برند دنیا سلان دیگه البته این هم بگم خیلی ها میگن دیگه الان دست رو دست زیاد شده این همه اینفلوئنسر ریخته این همه بلاگر ریخته درست دارن میگن ولی یه تو میترکی من خیلی ها رو دیدم تازه مثلا ببین ما الان یه عالمه مدل داریم یه عالمه اینفلوئنسر داریم یه آدم یوتیوبر داریم و طرفی خب من که به چشم نمیام که الان شروع کنم اتفاقا به چشم میای اتفاقا میبیننت پله پله آروم آروم اون کسی هم که الان یه میلیون فالوور داره که یه شبه نشده <تصفح> ببخشید خیلی کم پیش میاد یهو یه شبه یکی معروف شه مثلا بخوام مثال بزنم مثلا گل منو اذیت نکنید و کیک یا واقعی و اینا یه شب معروف شدن درسته ولی جوری که تو باید معروف شی اینه که پله پله معروف شی که مردم ببینن تو پله پله, پله, معروف داری میشی کسی که یه شب معروف بشه یه شب هم فراموش میشه این واقعا یه چیز واقعا واقعیت پله پله و هیچ وقت هم نباید نامید بشن آروم آروم تو هم میشی بزرگ و بزرگ و بزرگ و واقعا نباید امید بشم به خاطر اینکه من همیشه اینکه میگن دست رو دست یاده من میگم اوکی مثلا الان طرف مثلا میخواد مدل شه میگه بابا این همه مدل هست من میگم ببین ایران 80 میلیون جمعیت داره 20 میلیونش هم خارج از ایران هست. 100 میلیون جمعیت از این 100 میلیون جمعیت ما هزار تا مدل نداریم تو ایران ببین پس تو خیلی از اون موقع میلیون حرف بزنم پدر من در میارن اصلا اون موقع که من تازه میگم به میگفتن جوجه مدل من مدلایی که خیلی کارشون اون موقع روی چیز بود که معروف بودن و همه باشون کار میکنن همیشه اینجوری نگاهشون میکردم گفتم واقعا منم میشه یه روز خیلی مدل خوبی بشم یا مثلا تو کار خودم تو ایتای خودم خیلی خفن بشم میشی و موقع منم از این فکرها زیاد میکردم ولی ول نکردم میدونی ول نکردم خیلی هم تو این مسیر کمکم کردن خیلی هم. اینجوری نیست که بگم وای من از صفر شروع کردم بدبختی که میدونی خیلی ها یعنی میان میگن ماهی من از صفر شروع نکردم من واقعیت رو دارم میگم من از شروع نکردم خیلیا کمکم کردن خیلیا حمایتم کردن خیلی از دوستام تو این مسیر کمکم کردن دمشون هم گرم واقعا مرسی ازشون ولی خودم هم علاقه داشتم به این کار خودم هم عاشقانه این کار رو دوست دارم چون همیشه ببین میگن قدم اول مهمه دوستا تو رو کمک کردن یا آدمای دیگه تو مسیرت اومدن کمکت کردن چون تو قدماتو داشتی برمی‌داشتی تو اگه میشستی تو خونه هیچ کاری نمی‌کردی که کی میواد به تو کمک بکنه تو داشی داشتی یه حرکت میکردی و خب خدا هم کمکت می‌کنه یه آدمایی رو میفرسته تو مسیرت که اونا شروع کنن به تو کمک کردن و همینه و منم همیشه خیلی دوست دارم به دوستام کمک کنن همه میدونن من واقعا به دوستام تو تمام زمینه ها کمک میکنم و هیچ وقتم این مدلی نیستم بگم نه الان ولش کنی الان از من میره بالاتر نه 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 نکن نه 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 بذار خودم تو چشم باشم الان همیشه بهشون بهترین کمک ها رو میکنم کمک ازم بخوان با کمال میل با کمال میل باشون حرف میزنم اونا چقدر من کمک میکنن و همیشه دوستان متقابل باشه و هیچ چیزی تو دل من نیست که بگم و یه بالا نره یه وقت این چیز نشه و آدمایی که از من بالاترن و خفنترن همیشه برای من انگیزه که بگم روی بیشتر کار کن بیشتر برو جلو تو هم میتونی و صد درصد دست بالای دست بسیار اما خفنتر خیلی هست از من از من و تو بهتر خیلی هست از همه هست ولی تو میتونی حسادت رو بذاری کنار یاد بگیری همون کاری که من تو بچگیم کردم تو دلم میگفتم خدا یه روزی میشه یعنی ولی هیچ وقت سعی میکردم اون حسادته ببین حسادت تو همه آدما هست من ولی نمیذارم غالب بشه روم یعنی تا میاد سمتم سری میزنم توی یه مسیر دیگه آدم میتونه باش مقابله کنه من همیشه سعی کردم با حسادت هم مقابله کنم چون به هر حال میاد سر. فقط توی رابطه با پارسنرم نمیتونم مقابله اینو نمیتونم مقابله کنم نمیتونم ولی واقعا توی سر آره. تو ولی واقعا توی مسیر همیشه اگه یه وقت این حسه یهو دیدم میاد سراغم واقعا سعی کردم باش روبرو بشم و نذارم روم غالب بشه چون حس حسادت یکی از بدترین حسای دنیاست که بیشتر از اینکه بقیه رو اذیت کنه خود آدم را اذیت میکنه ربه داشتیم راجبه به عزت نفس صحبت کردیم حرف از رابطه و اینا شد میخوام چون گفتی با بچه ها با رفیقات هم راجع این موضوع صحبت میکنی الان فرض کن یکی از دوست داده که رفیقات نشسته پیشد یه دختری تازه به هم زده را... یه رابطه ای داشته عاشقانه حالا هر چیزی تازه به هم خورده حالش خوب نیست تو میخوای یه سر باش صحبت کنی میخوای زر اوکیش کنی میخوای یه راهنماییش و چی بهش میگی تو اون لحظه ببین مهمترین چیز برای اینکه شما بعد از اینکه یه ای رابطه میان بیرون اینه که دور خودتون رو شلوغ کنید خیلی مهمه یعنی واقعا دوستای اون شخص هم باید حمایتگرهای خوبی باشن تو اگه دورتو شلوغ کنی چه با خانواده چه با دوستایی که باشون خوش میگذرانی سر خودتو گرم کنی اون بحرانو خیلی راحت تر میبری جلو تا اینکه تو تنهایی بمونی و ببین گریه کردن هیچ چیزی نیست تو ممکنه تا مدت ها گریه کنی یه هو یادت بیفته حالت بد بشه یه آهنگی یه خاطره یه خیابونی به هر حال آدم میره تو اون دوران ولی تو با شلوغ کردن دورت خیلی راحتتر اون مسیر رو میگذرونی به نظر من اولین کاری که میکنن دور خوششون شروع کنن یعنی مسافرت برن اگه میتونن مهمونی برن با دوستشون هر روز برن بیرون هر موقع اون حسه بعد اومد سراغشون سریع کاری بکنن کار کردن کار کردن خیلی سرتون رو با کار کردن گرم بکنید با تفریح سر خودتون رو گرم کنید ذهن که مشغول بشه کمتر به اون درد فکر میکنه کمتر به اون بحران فکر میکنه و بعد از یه مدت ببینی حالت بهتره ببین شاید آدم هیچ وقت حالش خوب نشه هیچ وقت ممکنه اون همیشه تو دل بمونه ولی یه سری نمیتونن زندگی بکنن یعنی دیگه طرف میخوره زمین و دیگه اون زندگی پوچ میشه ولی تو اگه وقت خودتو بذاری روی کار کردن با دوستات وقت بگذرونی اون بحران سعی کنی با این شرایط ببری جلو تا یک سال دو سال بعد حالت خوب خوب میشه پس مهمترین نکته ای که تو میگی این این, این بهتر چیزیه که واقعا به نظر من اصلی تعینه. خیلی چیزهای دیگه هم هست. این ولی به نظر من اصلی, اصلی و خیلی تاثیر داره خیلی آره. تاثیر آره. داره بعد کار کردنه که گفتی خیلی نکته خوبیه آره ببین تو وقتی کار می‌کنی خب پولم بغلش در میاری دیگه همون اعتماد به نفس تو میبره بالاتر با دوستات که میری بیرون خوش میگذرونی لبخند میاد روی لبت روحیت بهتر میشه و هم این دوتا کنار هم میره جلو و تو خیلی بهتر میکنه دقیقاً و هی هم پیشرفت میکنی و پارتنر که میبینه میگه ببین من چه کسی رو از دست دادم طرف ببین پیش رفت آره ببین هیچ آدم به فکر این که بگم من الان میخوام انتقام بگیرم بازی تموم میکنم آدم تم... یا یه سری تمرکزشون رو میذارن رو دنبال کردن اون طرف چی کار کرد الان؟ ببنی. کجا رفت؟ پیجش هزار بار چک میکنن؟ الان با کی داره میگرده؟ این از کار و زندگی و مغزتون رو نابود میکنه هر تمام اون تایم رو بذارید رو خودتون تمام تمرکزتون رو بذارید رو خودتون هم خودتون پیشرفت میکنین هم میخواین انتقام هم یعنی انت... هیچ وقت فکر انتقام نباشید آره منظورم اینه که چجوری بگم ذهنشون یعنی این, این نباشه با پیشرفتتون آره، انتقام بگیرید من منظورم انتقام هم میزهد. با پیشرفتتون بقیه رو پشیمون بکنید آره. این خیلی قشنگ تره تا اینکه آدم آدم اصلا نباید به انتقام فکر کنه حتی بعد به مسیر خودت فکر کنی بقیه هم میشه نظر جوش. این بهترینه به نظر یه چیزی خیلی جالبی که من تو دیدم کلا چیزای جالب خیلی زیاد یعنی من خودم عاشق اینم که برم یعنی قبلا میترسم خیلی از ارتفاع ولی خب سعی کردم برم و این ترس مقابله کنم چی بگی <تصحیح> آره اصلا تو چی شدی یا رفتی چرا بالای هواپیما رفتی از اون بالا پریدی پایین اصلا مگه میشه یه دختر از اون بالا و بعد داشی میخندیدی پای مگه داریم اصلا من اسل... از بعد بچگیم دوستای بچگیم یا کلا دوستای خانوادگیمون که تو بچگی منو میشناختن میدونن من یه آدمه پسر تو من هست من با پسر فوتبال بازی میکردم پسر رو کتک زدم من یه بار دوست داداشم رو کتک زدم گریه کرد رفت بابا نه تو فوتبالم زدمش اصلا کلا چه جوری رو ترسات پا میذاری یعنی یه ذره راجب اون که اصلا چی دوست آدرنالین رو دوست دارم من 18 سالم بود بزرگترین بانجی جامپینگ دنیا رو پریدم که آره یکی از بزرگترین بانجی جامپینگ رو پریدم که من 207 متر رو پریدم که از بلندترین پل توی سوچی روسیه بود و یکی از بلندترین ها بود و خیلی ها مثلا خیلی ها نمی پریدم مثلا 60 متر داشت نمیدونم یه معرفتم بلندترین ها رو پریدم و ازم کلی امضا گرفتن و تو پیجم هم هست میتونن برم ببینن ببین موقعی که پایین رو پایین نگاه نکن ولی موقعی که پایین رو نگاه کم چون از دره می پری پایین رودخونه است توی طبیعتی می پاری. ولی وقتی که پریدم کس خفن ترین حسایی که تو زندگی من تجربه کردم انگار تمام بدنم تمام انرژی بد و همه چی بدنم انگار تخلیه شد و زمانی که من اومدم بالا بعد اینکه اون همه ارتفاع رو پریدم نمیتونستم خیلی حرف بزنم میخندیدم خیلی من بابا فکر کرد سکته کرد دلید. آره دیگه واقعا و انقدر انرژی از بدنم تخلیه شده بود از اونجا اومدم بیرون مرتب خوابیدم 6 7 ساعت بعد دیگه گفتم که خب الان دیگه موقعی هوا بریم آره چی شد اصلا چه حسی دوبه گفتم رزا پایی بریم اسکای دایو بپرم گفتم من خیلی پلانم بیا بریم چون رزا ترسیده بود آره، آره، آره. بیا بریم دیگه رفتیم روز اول هوا باد می اومد و ما فرداش پرواز داشتیم ما به خاطر اسکای های پروازمون رو کنسل کردیم نرفتیم انداختیم عقب چون من باید این تجربه رو میکردم چون میدونم مثل تجربات تو زندگی از هیچ وقت تکرار نمیشه به موقعی که با هوا ما رفتم بالا نگفتی چرا اومدم پنجره رو که نگاه کردم گفتم یا اول <applause> <applause> من اینجا چیکار من می اینجا چی کار میکنم؟ اونجا تخ... خیلی میترسی اونجا واقعا پشیمون شده بودم وقتی از بالا ارتفاع دم ولی موقعی که پریدم دیگه اینجا دام... وای خدا خدا اصلا نمیدونین چقدر خوشحال بودم همش اینجوری بودم که بعد اون وسط که مثلا فاز خارجی هم زده بود بیرون که مثلا اون طرف که یکی با پیدا من او مای گاد یعنی یعنی خودم اینجوری که خفه شو او مای گاد چیه نهایتا مثلا که یا اول یا پس ولی مدلم اینجوری بود مثلا بچه بودی من رفتم تایلند نشستم رو تمساح نه بابا یعنی مثلا یه کارایی کردم خدا یا مثلا فیلم آساجم داد خب یه دقیقه اون فیل پاشو مثلا جدی ببین واقعا بچه بودم کله خر بودم چی میگن الان واقع. نیست دیگه رفته اول هواپیما پرید ببین بوز مثلا الان بگم برو رو روی مثلا تمسا بشین نمیرم دیگه بشینم واقعا نمیرم شاید هم برم اون بس برم تو موقع من تو میری میرم به خاطر دارم این مدلی ام شخصیت من دوست دارم این هیجانات و یا چیزای هیجان انگیز یا مثلا تو شهر بازی ترسناک ترین وسیله ها رو دوست دارم خوشم میاد از این چیزا مدلم اینجوری پس ببین دوست دارم که حس تو راجب سه مرد اصلی زندگیت که پدرت و برادراتن چون میبینم که با پدرت با برادرات به شدت صمیمی و چقدر هم با حالن سه تا تو میشه به نصد به سه مرد حالا هم یه جوری میشه خیلی دوستشون دارم ببین من پدرم خیلی همیشه رفیق بود برام یعنی من موقعی هم که اولین دوست پسرم رو گرفتم خیلی کوچولو بودم رفتم به بابا گفتم بابا سلام من با این پسر حرف میزنم بابا گفت بده ببینم بخونم یعنی همیشه بابای من سعی کرد با من مثل رفیق باشه من ازش همیشه حساب میبرم از بابام خیلی هم حساب میبرم ولی ما یه رابطه رفاقتانه هم داریم با هم که این همیشه باعث شد که رابطه من با پدرم خیلی رفاقتی و یعنی نمیتونم بگم دمشکم واقعا مرسی که یعنی امیدوارم که من اگه دوباره بمیرم و زنده بشم توی دنیای دیگه این پدر مادر همون پدر مادر من باشن و برادرام همیشه آدمایی بودن که خیلی حمایتم کردن یعنی سعی کردن که اون غیرت های مردونه و چیزایی که توی ایران همیشه باب هست و توی روابطشون با من نداشتن حمایتم کردن کمکم کردن و من اولین جایی که ناراحت میشم به برادرم زنگ میزنم اولین جایی که آزار میبینم از طرف کسی به برادرم زنگ میزنم من چیکار کنم الان و اون مثل یک واقعا نمیدونم یه حامی همیشه با من حرف میزنه راه و چاه به من نشون میده چون یه پسره همجنس رو میشناسه زمانی که من خیلی ناراحتم حالا از هر چیزی آقا آقا تو رابطه ای باشم چیزی باشه همیشه اون به من کلی ادوایز میده بدون اینکه بخواد غیرتش رو دخیل بکنه یا میدونی غیرت اصلا کلمه مسخره یه ولی خب هست دیگه نمیتونم اسمشو نیارم یه چیزی که هست توی توی جامعه تو ما هست فرهنگ ما هست, ما فرهنگ هست. ما هست. نمیتونم نمیدونم چه اسمی به غیر از این بیارم آهان. هیچ وقت سعی نکرد اون بودی که همیشه تو ایران بود و برای من بذارن چه حالا حمید رضا چه رضا از همینجا میبوسمشون واقعا دمشون گرم و خانواده من خیلی توی این مسیر کمکم کردن من همیشه مدیونشونم هم. چه خانواده هم. چه مردم مدیونشونم واقعا دقیقا واقعا دمت گرم اصلا موقع هم سیخ رو میگفتیم ربکا خودت هر انسانی برای خودش سری کلیدهای موفقیت داره میگه آقا من این, این نکات رو را رعایت کردم تو زندگی و این کارا رو نکردم حالا به یه موفق... موفقت منظورم چیزای خیلی عجیب غریب نیست همین که ربکا از نقطه A به نقطه B رسیده خب تو خودت کلیدهای موفقیت خودت تو تو این سالا چی میدونی من اه, به نظرم کلید موفقیت من تو این چند سال اخیر بود به خاطر اینکه ارتباطم با مردم بیشتر کردم به نظر من مهمترین کلید موفقیت من این بود که ارتباطم با مردم خیلی قوی کردم یعنی از زمانی که من ارتباطم با مردم قوی شد و مردم ربکای واقعی رو شناختن من اگه قرار بود یه پله رو برم بالا 25 تا پله رو رفتم بالا و این یکی از کلیدهای موفقیت بود و یکی اینکه هم واقعا همینه هر چقدر بگم به این میرسم یعنی هر چقدر من اینو بگم بازم به این میرسم و علاقه هم. من خیلی کارم و دوست دارم من عاشق کارمم واقعا هیچ وقت با اجبار و چیزی من سرخش رو بگم خسته شدم و این همه تو کارشو میگم، میگن ولی من میمیرم برای کارم من بعضی وقتا مامانم میگه بابا از اون تلگرام بیا بیرون من میگم نبسه یه دقیقه اینم بهشون بگم چون واقعا ارتباط دوست دارم دارم میگم زندگی میکنم حس خوب بهم به میدن بچه ها حس خیلی خوبی بهم به میدن و منم هم دوست دارم همیشه اون حسه رو برگردونم ده برابر بهشون نمیدونم چقدر موفق بودم ولی امیدوارم که همیشه بتونم این رو برگردونم این ارتباط همیشه همینجوری بمونه نمیذارم هیچ وقت خراب بشه و امیدوارم هیچ وقت خراب نشه این به نظر من با مردم دوست باشیم با مردم خیلی دوست باشیم و این باعث میشه که خیلی آدم موفق تر بشه برای بقیه بخوایم برای دوستامون بخوایم دوستاتون رو حمایت کنید کسی ازتون کمک میخواد حمایت کنید من همیشه دوستامو حمایت کردم و همیشه هم میکنم و به نظر من حتی اونا هم به نظرم من، از منم میدونی پیشرفت یه آدمی از من اصلا فکر کن که مثلا خیلی بالاتره اونم باید به با من کمک بکنه ما همیشه باید برای همدیگه بخوایم و این باعث میشه که تو زندگی خدا هم بخواد و زندگیت میدونی همیشه باز باشه راه برات هر چقدر واسه بقیه بخوای با مردم خوب تا کنی میدونی بد ذات نباشی خدا هم برات میخواد این کلیدای موفقیت هم دونه به دونه برات پیش میاد حالا من چیزی که از بیرون میبینم توی تو تو خیلی دختر باهوش و خلاقی هستی نظر لطفه واقعا میگم همون زمانی که من قبلش داشتم با صحبت میکردم گفتم اون زمانی که همه داشتم مانتو تولید میکردن تو اصلا یه اومد یه چیز دیگه اصلا تولید کردی چیزی که اصلا تو ایران باب نبود نبوده. اصلا که خودت هم شاید اونقدر فکرش نمیکردی که انقدر یو ترند شو بتره که من تا یادم هم همه ی دختر رو تو ایران اون کیپا که چیه اسمش بکی؟ آره آره این بلتر رو آره, آره همه اصلا هم آره. از اون داشته آره حالا می‌دونم یه طرح جدیدی داری که چند وقت دیگه آره. <تص> همه قرار اون طرح داشته باشن الان همون روی موبل آره دانیال طرح جدید دید خودش هم گفت من یه دونم من میخوام منم یه دونم میخوام با این که پسرم خلاقی پشتکار خیلی داری تو این سالا ول نکردی کارتو بالا پایین زیاد حتما تو همین بقیه همه آدم بالا پایین داره بالا پایین زیاد داشتی ولی ول نکردی پشتکار داری تلاش میکنی واسه کاره و مهمترین چیز اینه که علاقه داری به کارت من داری. همیشه به بچه ها میگم میگم برین دنبال کاری که توش علاقه دارین چون هم ازش لذت میبرین هم هیچ اخ ازش خسته نمیشین و موفق میشین دقیقا. تو یه کاری فقط به خاطر پول نریم من پول خوبی در میارم پول خوبی کسی در میاره که به کارش علاقه, علاقه داشته داره. باشه کسی که علاقه داشته باشه وقت میذاره وقت میبینیام وقت میذاره وقت میذاره برای کارش و اون میدونی علاقه باعث میشه اون کار خیلی ارتقا پیدا کنه چون تو واقعا فکر میکنی چی کار کنم الان اینو بزرگترش بکنم و خودت هم وقتی که میذاری لذت میبری که بگی ای بابا من با ساعت مثلا هشت صبح ببرم سر کار اه الان دوباره بعد این کار بکنم این نباید باشه توی کار اگه این باشه به نظر من مسیر خوب پیش نمیره جلو دمت گرم واقعا مرسی من واقعا لذت بردم من خیلی دوست داشتم که صحبت ها رو کنیم چون میدونستم میدونی میتونی حرفایی بزنی که بچههایی که ویدیو می رو میبینن کلی بتونن چیزهای خوب ازت یاد بگیرن و تو زندگیشون ان استفاده کنن و یه روزی ببینیم که چقدر آدمای موفقی شدن دمت گرم مرسی خیلی خوشحال شدم واقعا خیلی خوب بود همه چی امیدوارم که حرفای مفیدی زده باشم و همیشه هم سعی کنید هم به دنبال کننده احترام بذارین هم طلب کنه باشین نباشین نباشین دقیقا بچه مرسی که این اپیزود رو دیدین تا اپیزود بعدی چک دوستتون دارم خدا نگهدارتون شما رو به خدای امید می <تص>